باید بگم که قبل از 16 آذر 90 دانشجو در کنار بازداشتی‌هایی که خب از قبل وجود داشتن بعد از انتخابات بودن بازداشت شده بودن تا 16 آذر 204 نفر طبق بیانیه رسمی نیروی انتظامی بازداشت شدن که من احساس می‌کنم که آمار بالاتر از این باید باشه، چرا که علاوه بر نیروی انتظامی نهادهای موازی دیگری هم حضور دارن که دست به بازداشت و سرکوب مردم می‌زنن در حال حاضر. اون چیزی که در حال حاضر وجود داره، من احساس می‌کنم که در داخل کشورمون یک سری آمارهای غیر رسمی هم خب به هر ترتیب ما داریم، من جمله 7 بازداشت 70 دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد، 5 دانشجو در دانشگاه همدان، 2 دانشجو در دانشگاه‌های گیلان و دانشگاه قزوین. احساس می‌کنم که اگر این آمار رو در کنار هم دیگه قرار بدیم متوجه می‌شیم اون بیانیه کاملا تمام بازداشت‌ها رو نمی‌تونه پوشش بده و تعداد بازداشت‌ها و سرکوب خیلی بیشتر بوده و شدتش بیشتر بوده، با وجود اینکه به هر ترتیب میانگین شعارهایی که این بار در جنبش صبر 16 آذر داده شد بسیار شعارهای نرمی بود. من اعتقاد دارم که این تحمیل شد به درون دانشگاه. اگر شعارها تند شد به خاطر این بود که به هر ترتیب از بیرون دانشگاه نیروی بسیار زیادی به درون دانشگاه اومد، نظامی‌ها وارد دانشگاه شدن. وقتی که شما یه همچین فضای عکس‌العملی رو در درون دانشگاه می‌سازید طبیعیه که هر شعاری ممکنه که در درون دانشگاه داده بشه، اما احساس می‌کنم که هنوز هم که هنوز میانگین شعارها در درون جنبش صف و روی محور قانون اساسی قرار داره، اما متأسفانه یک جریانی نمی‌خواد متوجه این قضیه بشه و یا خودش رو زده به خودش در جایگاه قرار داره که نمی‌خواد بپذیرد. این نپذیرفتن من احساس می‌کنم که شیب سقوط و فرسایش رو کم کم به وجود میاره در درون جنبش و نهایتا فروپاشیه، در حالی که ما به هر ترتیب اعتقادمون بر این است که در داخل کشور ما میتوان گفتمان اصلاح طلبانه داشت، مبارزه پارلمانی رو یک بار دیگه بازگردون، اما شرایطی که داره میره روایت شواهد نشون میده که به هر ترتیب یک همچنین میلی در داخل کشورمون وجود نداره. آقای سیمیری اشاره کردید که ممکنه خواست دانشجویان پیشتر یا پستر از گروهی در درون کشور باشه، تصاویری رو برخلاف تمام تصاویر دیگه که ظاهرا گرفته تصاویر رو تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنه از گفته برشک مقامات جمهوری اسلامی اهانت و توهین به عکس آیت الله خمینی، چگونه این قضیه رو تحلیل میکنید؟ شما اشاره میکنید در میان دانشجویان این بحث مطرح نبود، حتی شعارهایی هم که ما شنیدیم انتقاد و در واقع شعارهای تندی علیه رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای، ولی شعاری علیه آقای خمینی آیت الله خمینی شنیده نشده. شما این موضع جدید رو و واکنشی رو که در درون ایران امروز شاهد بودیم چطور تحلیل میکنید؟ ببینید، من احساس میکنم که بعضی مواقع یک سری شانتاژ هایی هم در داخل کشور ما به وجود میاد که بحث ها رو انحرافی بکنن، در حالی که واقعیت این است که دانشگاه و هر ترتیب شما مسیری رو براش ایجاد کردن و مسیری رو در 16 آذر براش ترسیم کردن که دانشگاه به سمت خشونت بره، اما این جنبش صف و دانشگاه متوجه این قضیه بود و تجربه های تاریخیش رو داشت و به دنبال این نبود که فضای دانشگاه رو به سمت خشونت ببره. بسیاری از رفتارهایی که در درون 16 آذر صورت گرفت محصول رفتارهایی است که خود نظام جمهوری اسلامی انجام میده و باید این انتظار رو داشته باشه که وقتی که شما دانشگاه رو حق تجمع بهش نمیدی، وقتی که در درون دانشگاه آزادی بیان رو نمیپذیری، وقتی که حقوق مصرحه در قانون اساسی رو نمیپذیری، لاجرم باید به این سمت حرکت بکنی، یعنی راه دیگری نمیمونه برای دانشگاه. من احساس میکنم اون چه تصاویری که از تلویزیون ایران پخش شد و به دنبال این بود که یه حجمه تبلیغاتی رو ایجاد بکنه نهایتا شکست خورده است، چون که مردم به هر ترتیب چون این جنبش در نهادینه شده کاملا متوجه میشن که چه کسانی در حال حاضر راست میگوین، راستگویان در کدوم میدان قرار دارن و باطل در کجاها، یعنی چه کسانی دارن به مردم دروغ رو تحمیل میکنن. من احساس میکنم این رفتارها، این کارهایی که در درون 16 آذر صورت گرفت اصلا در شأن جنبش دانشجوی ایران، در شأن جنبش سبز، این رفتارها محصول عملکرد خود این آقایون، کسانی که از بیرون دانشگاه حمله میکنن به درون دانشگاه، سعی میکنن 18 تیر دیگری رو به وجود بیاورن، خودشون باید پاسخگو باشن در مقابل یه همچین مسائلی. چرا باید سعی بکنن که مسئول بسازن در این میان برای کسانی دیگه؟ من احساس میکنم که به هر ترتیب جنبش صف نسبت به هیچ کسی هیچ کینه ای نداره، جنبش صف جنبش خشونت طلب نیست، به دنبال نیست که انتقام بگیره و در یک موضع عکس العملی دیگران را قرار بده. لذا من احساس میکنم این نوع اعمال ها مخصوص خود همین آقایونه و خودشون باید پاسخگو باشن و ما این شما نه تنها نه ما و نه مردم ایران نمیپذیرن چنین گونه رفتارهایی رو، چرا که به ارتباطی خواسته های دانشگاه در حال حاضر و خواسته های جنبش صف در حال حاضر آید خانپور مشخصه، بس وقتی که کار مشخص باشه معلوم میشه که این انحرافات در درون جنبش از کجا داره تحمیل میشه. آیه مرتضی سیمیری تشکر میکنم از شرکتتون در این گفتگو. شما فکر میکنم جز معدود افرادی هستید که هنوز در ایران امکان تماس باهاتون هست، دبیر اجتماعی دفتر تحکیم وحدت، از شما تشکر میکنم. تا لحظه دیگر برنامه رو دنبال خواهیم کرد. سپاسگزارم. لطف کردید. خدا نگهدارتون.
جهان شما، صدای شما، صدای آمریکا.